سلام سلام خوش اومدید به یک ویدیوی بررسی داوری دیگه از رادیو آف ساید. این هفته قرار بود فقط دو سه تا بازی از بازی های لیگای اروپایی رو بررسی کنیم ولی انقدر اتفاقات عجیب قریب داوری توی شب اول بازی چمپیونز لیگ افتاد تعداد ویدیو هامو زیاد شد دیگه خیلی حرف اضافه زنم فقط ازتون خواهش میکنم که اگر این ویدیو رو میبینید و از پایین این ویدیو هنوز کانال ما رو سابسکرایب نکردید لطفا این کار رو انجام بدید و اگر از ویدیوی ما هم خوشتون اومد اون لایک کنید و شما هم نظراتتون رو نسبت به این صحنه برامون کامنت کنید کارشناس مجرب داوری علی هم برگشته و این اپیزود با منه <applause> سلام بریم سراغ صحنه ها اول با لالیگا شروع میکنیم اولین صحنه مربوط میشه به بازی بارسلونا و لوانته که حدود دقیقه 82 3 بود که انصفاتی توی محوطه جریمه سرنگون شد ولی داور اعتقادی به پنالتی نداشت ببین من به ببین اولا که پاشه میاره ببین پاس کنه لوانته پاشه دقیقا میاره میزه جلوی پای انصفاتی بدون که اصلا به توپ برخوردی بکنه و سر همین انصفاتی رو میندازه زمین سر نگو میکنه میتونست پنالتی بگیره ولی اگه پنالتی میگرفت پنالتی سخت گیرانه محسوب میشد ولی میتونست بگیره به زنم پنجا پنجا بود و اینکه توی نجه بازی هم خاص خواستنش توی این لحظه بازی دو هیچ بود آخر بازی هم بازی, 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 بازی به نفع بارس آره فکر میکنم خیلی حالا داور نخواست شک و شبهه ایجاد کنه با توجه به نتیجه بازی هم. ولی مشکوک بود یعنی چون داره میره برای توپ ولی پاشو میزنه دیگه آره دقیقا پاشو گی... این بخص پای به پای راست استفاده و قشنگ گیر میکنه به دو تا پای مدافع لوانت آره دقیقا آه. حالا بعدش هم که خود فاتی گل زد البته در صورت آه. این تنها صحنه لالیگا این هفته بود که میخواستیم بررسی کنیم بریم سراغ صحنه بعدی مربوط میشه به بازی دورتموند و گلادباخ تو بوندسلیگا که داهود نیمه اول اخراج میشه اینجا کارت زرد داشته داهو یه دونه قبل از این صحنه و اینجا کارت زرد دوم رو میگیره ببین استدلالی که هست توی اپیزود این هفتم که منتشر کردیم آراد در این مورد توضیح داد به نظر میرسه که داور به خاطر خطا کارت نمیده به داهو و یک لحظه دستشو به نشانه اعتراض به سمت داور پرت میکنه و داور سر اعتراضشه که بهش کارت زرد میده منتها حتی میبینی بعد از کارت زرد بهش کارت قرمز نمیده به نظر میرسه داور اطلاع یعنی یادش نبوده که یک کارت زرد داره چون خطاش که به نظر نمیرسه کارت داشته باشه اونم کارت زرد دوم دقیقا آره منم منم همین فکر میکنم احتمالا حواسش نبوده کارت زرد داشته و سعیم به اعتراضش کارت زرد میده بعد یادش میفته که قبل هم یه کارت بشته بوده چون اعتراضش هم حتی اونقدر شدید نبود که بخواد کارت درد دوم اخراجش کنه دقیقا بعد این بازی بچه ها اگه اپیزود ما رو گوش کنن واتسکه اومده بود صحبت کرده بود بعد توی جریان بازی قبل از این صحنه مثل که داور به چند تا از بازیکنهای دورتموند برای اعتراض نکردن در واقع تذکر داده بود که اعتراض نباید بکنن و میگن شاید به خاطر همین اعتراضی برافروخته برف رو شده داور کار داده ولی خب بازیکه گفته بود که کلا تنبیه بازیکن در زمین کلکتیو نیست که شما به خاطر یک بازیکن الان بیای به یک بازیکن دیگه بدی و داید. رو نتیجه بازی هم تاثیر داشت دیگه گلادباخ این بازی رو یک هیچ نیمه اول جلو بود و دورتموند نزدیک 60 دقیقه یا 55 پنج پنج دقیقه فکر کنم ده نفره بازی کرد و در نهایت بازی رو باخت اینم از باز... بوندس لیگای آلمان صحنه بعدی دربی دلا بین روم و لاتزیو که چند تا صحنه مهم داشته که این صحنه است که هیسای روی زانیولو خطا میکنه به نظر ولی داور خطا رو اعلام نمیکنه و دقیقا همین توپ میره و وارد دروازه روم میشه یعنی اون زبط و لاتزیو گل دوم میزنه اول اینکه بگو به نظرت خطا بود آره به نظرم خطا بود ببین هم با پاش هم با پای چپش میاد دو تا پای زانیولو رو میزنه موقعی که داره میفته دقیقا قبل از افتادن همین که وزنشو کامل میندازه روی کمر زانیولو و میندازتش آره به نظر خیلی خطا میاد منتها یه نکته خیلی مهم داره که توی تصاویر آهسته خود بازی هم این تصویر پخش نشد به درستی اینه که موقعی که فکر میکنم که کریستانتس سانت رو میکشه زانیولو مشکوک به آفسایده یعنی حالا تو این صحنه مشخص نیست زانیولی یک مقدار شاید جلوتر از آچربی و هیسای باشه منتها خیلی صحنه ای وجود نداره ازش حالا تو جریان بازی هست ولی صحنه آهسته فریز شده ای نیست که از روی لاین ببینیم که آیا آفساید بوده یا نه و میگن که داور گفته که چون توی وار دیدن و آفساید بوده دیگه صحنه رو پنالتیش رو اعلام نکردن و توپ رفته و از اون ور لاتزیو گل زده تا حالا یه مقداری هم استدلال پیش میاد که آیا باید داور گل مردود کرده این ور می اومده آفساید لاتزیو رو اعلام آفساید روم رو اعلام کرده یا نه که خیلی فکر میکنم دیگه پیچیده است این داستان بعید میدونم همچین چیزی نیاز باشه اگر آفساید بوده اوکی ولی آخه یه نکته هم که اصلا که اگه آفساید گرفته بعد آفساید بگیره نه 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 آف ساید نگرفته اف ساید نگرفته ام. یعنی میگم بعدن که رفته وار رو چک کرده سر پنالتی دیده که آفساید اصلا بوده قبل از این در درنچه پنالتی موضوعیتی نداشته ام. ولی میگم نمیشه راجع به آفساید بودن یا نبودنش قضاوت کرد روی این صحنه اصلا اما بریم سراغ صحنه بعدی یه صحنه دیگه داشت که خیلی مورینیو هم شاکی بود خود صحنه شاید به خودی خود اونقدر مهم نباشه بحث کانسیستنسی که داورا آیا تصمیم یکسانی تو بازی های مختلف میگیرن لوکاس لیوا اینجا یه کارت زرد داشته و اینجا یه ضربه به سر میزنه سر... فکر کنم میخیتاریانه رومیا اعتقاد داشتن بازی قبلی پلگرینی به خاطر همچین صحنه مشابهی اخراج شده از بازی و دربی رو از دست داده چرا داور اینجا به لوکاس لیوا کارت نمیده به نظرت کارت داشت به نظرم کارت میتونست بده اون برق ضربه برخورد به سر که میگی که زب برخورد دست به سرش که میگی به نظرم خیلی چیز مهمی نیست که دقیقا توی حالت طبیعی پریدنشه ولی اینکه خودش سوار میکنه روی میخیتاریان اون یه ذره به نظرم چیز داره آخه زرد دومه اون میدونیم استدال ات... آره، یعنی که داره با آرنج میزنه ولی به نظر من صرفا روی هوا بلند شده و دستش حالت طبیعی داره یعنی شاید میتونیم اینجوری بگیم که اون اختار بازی قبلیه خیلی مشابه همینه درست نبوده ولی این به نظر من اخراج نداره یعنی کار زرد دوم نداره آره من فکر که خیلی سختی بهش کارت آره حالا تو خود بازی هم خیلی جالب بود که کارگردان بعدش پلگرینیو رو نشون میداد که روی سکوها بود و نسبت به این صحنه خیلی شاکی شد فکر کنم خیلی هوشمندانه بود که نشون داد ولی یه مقدار میگم کانسیستنسی نظرات داورا بین بازی ها اینجا زیر سوال بود که مورینیو هم خیلی شاکی بود از این داستان اینم از این صحنه بریم سراغ صحنه بعد اینجا پنالتی که خب برای روم اعلام میشه و بازی سه گل شدن توپ 3 دو میشه به نظرت پنالتیه نوک پاش میگیره به ساق پای بازی کنه لاتزیو آره آره آکباک پرو ولی آره به نظر میرسه میگیره ولی دقیقا دقیقا همین لحظه ولی من فکر نمی کنم اون باعث یعنی توپو نمیزنه ولی اون صحنه اولیه خیلی پنالتی تر از اینه من به نظرم پنالتی نیست م... پنالتی, پنالتی گرفت صحنه سحنه رو پنالتی, گرفت خیلی مانع چیزی هم نمیشه یعنی اون برخوردم خیلی م... یعنی در همه حد که واقعا یه برخورده اونقدر اتفاقی برای بازیکن نمیفته آره نه منم به نظرم نباید ختم گرفتین پنالتی میگرفتیم درسته یعنی واقعا اون صحنه اول اگه که آفساید حالا کنار بذاریم اون پنالتی بود و این نبود منتها خب اون موقع اگه اون پنالتی رو میگرفتن شاید یه مقدار جریان بازی عوض میشه. در نهایت بازی رو 3 2 لاتزیو برد این از سری آ بریم سراغ صحنه بعدی چمپیونز لیگ که چند تا صحنه خیلی مهم داشت این بازی پی و منچستر سیتی که نیمه اول دیبروینه این خطا رو انجام میده و داور فقط کارت زرد میده. نظرت اخراج داشت؟ این ظاهرا قطعا اخراجش یعنی قشنگ پاشو میاره میذاره روی ساق پای باز کنه. پای سن و قطعا اینو من چندین بار دادم که اینو کارت قرمز مستقیم بدن همین دو هفته پیش اتفاقا خیلی هواداری منچستر یونایتد از این صحنه شاکی بودن که فن بیساکو تو بازی با یانگ بویز توی یه صحنه خیلی مشابه اخراج شد ولی اینجا نشد و کسانی که مخالف اخراج بودن میگفتن که برای یعنی یه جورای هنوز صاحب توپه و برای توپ رفته ولی به نظر من هم اخراج داشت خیلی تکلخ یعنی خیلی ضربه خطرناکی حالا هرجور بخوای حساب بکنی امد بوده یا نبوده بالاخره این صحنه ها صحنه که باید کارت داده بشه به نظر حالا البته در حالا درست دیبروین بازی خوبی هم داشت به نسبت ولی مهم هم هست توی ترکیب اما در صورت نتیجه پایانی بازی دو هیچ منفع بود و رو نتیجه تأثیری نداشت بریم سراغ صحنه بعدی بازی رئال مادرید با شریف که وقتی بازی یک چه اینجا یک صحنه مشکوک روی وینیسیوس اتفاق میفته و داور اعتقادی به پنالتی نداره ببین اینجا هم دقیقا بازیکن کنه شریف میاد با پاش نوک پای وینیسیوس میگیره به پای بازیکن کنه شریف این به نظر من از اون صحنه بازی روم لاتزیو صحنه آخر که پنالتی رو گرفت بود بازی بازیکن روم ایم... این به نظر من از اون یه مقداری این که پنالتی بگیره مستحق تره ولی اینم بازم اگه پنالتی میگرفت خیلی سخت بود ولی میتونست مطابق این پنالتی بگیره ببین آخه اینجا فرقش اینه که بازیکن شریف داره پاشو میندازه میبینی اون گامی دقیقا. که داره برمی داره به نظر من گام طبیعی دویدنش نیست داره پاشو پرتاب میکنه و ضربه رو میزنه متو شدت ضربه مشابه همون صحنه بازی بارون. ولی دقیقا دو دقیقه بعد از این بود که پنالتی دوم دو رو وینیسیوس گرفت دیگه داور خیلی سری بعد از این یه پنالتی دیگه گرفت تو کمتر از دو دقیقه نوع افتادن وینیسیوس هم زیاد جالب نبود تو این صحنه برای اینکه بخواد مجاب بکنه به خصوص اینکه بعدش که خودش رو انداخت یعنی پای چپش رو در واقع داره میذاره روی زمین به جنگ با برخورد پای را سر بشه این هم از این بازی و اما میرسیم به بازی جنجالی اتلتیکو مادرید و میلان با قضاوت چاکر ترک صحنه اول دقیقه سی بازیه که کسیه که یه دونه کارت زرد داشت اینجا یه خطا میکنه و داور کارت زرد دوم نشون میده و از بازی اخراجش میکنه نظر چیه در مورد این صحنه جنجالی ببین اگه توی خلبه نگاه کنی کارت زرد درسته که بهش کارت زده ده. مشکلش اینه که خیلی زود توی بازی دقیقه 28 و کسی قبل از نفر یه خط دیگه کرده که با هم یه خط و یه کارت زردی هم بهش داده داورا معمولا این سن ها رو دو تا سن پشت سر هم اینقدر اول بازی و سخت گیران کارت نمیدن ولی با این حال حرکت کسی هم واقعا خشن بود به نسبت از هم از پشت اومد هم باشه تاب اومد و در نهایت هم پاشه مهم ترین که پاشه میذاره روی پای راست بازی کنه اتلتیکو مادرید دلوقتي. ولی احتمالا خیلی از برای این صحنه رو کارت نمیدادن آره بحث اینه که ماماشات هم میتونسته بکنه به خاطر کارت دوم بودنش ولی هم کارت دوم که بعد ساعت... من... تازه اول بازی یعنی خیلی از بازی نگذشت نگذشت ولی آره نمیدونم ولی به نظر من حالا کارتم داده از اون صحنه های که میشه توجیهش هم کرد که چرا این کارت رو داده به خاطر خشونتش که روی صحنه اعمال میکنه به نظر از اون صحنه که من میتونم بگم بازیکن داره بیمسئولیتی میکنه وقتی کارت زرد داره اتفاقا چون وقتی کارت زرد داره بازیکن هم هست که باید بیشتر مواظب باشه تا اینکه داور باید باهاش مماشات بکنه دیگه از هم کارت زرد رو برای همین گرفته که بیشتر مراقب باشه ولی اینجا این کار رو انجام نمیده. متا صحنه های مشابه دیگه هم تو این بازی بوده حالا تعداد صحنه خیلی زیاده دیگه نذاشتیم مثلا یه صحنه هست از پشت نیست ولی از جلوه که پا میذارن روی پای تونالی و داور خطا تشخیص نمیده بیشتر این مشکل توی بازی مطرح بوده حالا بریم سراغ صحنه بعدی این این صحنه ای که از صحنه‌ای که خیلی حالا دیده نشد راجع صحبت نشده چون آخر بازی یه پنالتی دیگه اتفاق افتاد اینجا هوادارای اتلتیکو معتقد بودن که تئو داره روی کورا خطا میکنه نظر چیه فقط همین یه صحنه تونستیم پیدا کنیم ازش ببین من مشکلی که توی این سند دارم که دقیقا نمیدونم تو آیا با پاش میزنه توپو یا اصلا توپو نمیزنه اگه توپو میزنه من به نظرم که پنالتی نگرفته کاملا اوکی خب ولی اگه توپو نمیزنه این از عقب اومدن با شدت اومدنش و ببین هم میاد با بازوش با بازوش میاد روی کمره بازی کنه اتلتیکو مادرید این یه کاریه که میکنه و با پای راستش هم پا میندازه جلوی پای بازیکن اتلتیکو مادرید دستش هم دو داره میذاره پشتش میده آره دیگه این دو تا یکی هم هول میده آره. همین که با پاش میاد آره. جلوی پای بازیکن اتلتیکو این دو تا باعث میشه که اگر که پنالتی میگرفت اوکی بود به نظر من اگر تو اصلا نزده خیلی واضح نیست که مسیر توپ که عوض میشه به خاطر پشت پای کره های عوض میشه یا به خاطر ضربه که تو میزنه یعنی منم هیچ قطعیتی نرسیدم اینجا ولی بیشتر خیلی سخته خیلی سخته یعنی این حداقل این زاویه‌ای که داریم ما کمک نمیکنه اونقدر که معلوم بشه پاش به توپ خورده یا نه اگه نخورده باید. باشه قطعی پنالتی اصلا هیچ بحثی روش وجود نداره به نظرم اما بریم سراغ صحنه آخر و جنجالی این بازی که دقیقه 93 اتفاق افتاد و پنالتی برای اتلتیکو گرفته شد و بازی رو 2-1 میلان باخت صحنه بین لمار و کالولو که داور خطای هند کالولو رو اعلام میکنه و پنالتی میگیره. یه اعتراضی که دارن توی صحنه میکنن طرفدارای میلان خیلی اینه که اول توپ به دست کالو خورده و بعد توپ اول دست توپ به دست لمار خورده و بعد اومده خورده به دست کالو ببین اگه فرض کنیم که توپ به دست لمار نخورده هستن اون موقع که بنظر من پنالتی بودنش واضحه بخاطر اینکه آه... کالو دستش رو کامل از بدن شده کرده و میاره هم به سمت توپ دقیقا میاره به سمت توپ و توپو باش میزنه اما اگه به دست لمار خورده باشه اون وقت قضیه متفاوت میشه من ببین توی این صحنه اینجا دقیقا همین لحظه که نشون داد اینجا من مطمئن نیستم که به دست لمار خورد یا نه ولی تو متعادی که به دست لمار خورد به نظر من میخوره به خصوص تو اون صحنه آخر که الان دیدیم اصلا با دستش انگار که توب... دستشه که توپ رو حمل میکنه رو به جلو مثل این خطای حمل والیباله یعنی اون هم شدن توپ رو میبینی به سمت جلو که بعد گیر میکنه بین دوتا بازی کن منطقه ببین یه داستانی که هست اینه که توی قانون هست که اگر توپ با برخورد به بازیکن هر بازیکنی از, بر... از فاصله خیلی نزدیک به دست مدافع بخوره این هند نیست یعنی من حس میکنم توپ باز داره اگه حتی به بدن خود لمار هم در نظر بگیریم و اصلا دستشو بذاریم کنار م... چون مقوله نیست که توپ به هند لمار بوده یا نه چی میگم؟ یعنی اگه که توپ صرفا برخورد کرده به لمار و از اون فاصله کم خورده به دست کارلو بازم اون پنالتی نیست آره ولی اون مال موقعی که بازی کنه که توپ به دستش برخورد میکنه وقت نداشته بوده باشه که با دستش عکس عمل نشون بده ولی اینجا من مشکل اینه که خود کارلو داره دستش ببین اینجا دقیقا صحنه ببین دقیقا دستش میاره توی مسیر توپ دستش رو از قبل توی مسیر توپ قرار داده دستش حالت طبیعی خودشو نداره توی اون که قرار گرفته درسته آره باز دستش از این زاویه آره. معلوم بود نه yeah, ولی اگه اول اگه اول لمار با دست کنترل کرده باشه چون لمار هم به نظر میاد که ممکنه با دست کنترل کرده باشه خواسته باشه توپو و بده جلو برای همین سخت یه مقداری آره دقیقا به نظر منم داره با دست توپ به نظر من حداقل توپو داره با دست میده به جلو و این قطعا پنالتی نیست و خیلی آره. دیگه, دیگه بعدش هم جنجال شد دیگه امه. دیگه حرفی نداری این صحنه نه فقط می‌خواستم بگم معمولا برای صحنه اینجوری که حت... یعنی حتی اگه دقیقا معلوم نیست چه اتفاقی افتاده معمولا برای صحنه اینجوری که معلوم نیست چه اتفاقی افتاده رو روش تصمیم نمیگیرن یعنی پنالتی نمیگیرن معمولا پنالتی نمیگیرن آره خیلی عجیب بود و حتی خودش هم نرفت چک بکنه صحنه رو اگه اشتباه نکنم مطمئن ف... یادم نیست الان فراموش کردم ولی فکر کنم خودش هم نرفت چک بکنه در صورت این بود از صحنه های این هفته که تعدادش هم مقداری زیاد بود و خواهش میکنم ازتون که شما هم نظرتون رو برامون کامنت کنید حتما کانال ما رو سابسکرایب کنید و اون زنگوله بغلش هم بزنید که ما هر وقت این ویدیوها رو آپلود میکنیم نوتیفیکیشن بگیرید و بتونید تماشا کنید ممنون که تا اینجا ما رو همراهی کردید مراقب خودتون باشید تا بعد خداحافظ